برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. طبق آمار و بررسی های انجام شده توسط مؤسسه بین‌المللی گالوب، شهروندان کشورهای لبنان، ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و اردن و سپس کشور مالی به ترتیب عصبانی ترین مردم کشورهای جهان هستند. هشام رستم، بازیگر سرشناس تونسی، در سن 75 سالگی درگذشت. این بازیگر در آخرین پروژه زندگیش در سریال سلمان فارسی ایفای نقش کرده بود. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، میگوید که کابینه دولت او تغییر روند صدور ویزا برای اتباع افغانستان را تصویب کرده است. وی روز چهارشنبه 8 تیر ماه در توییتی نوشت که این تغییرات به هدف تسهیل در صدور ویزا به منظور نزدیکتر کردن هر دو کشور، کمک به مردم افغانستان و جذب تجارت و سرمایه‌گذاری از منطقه آسیای مرکزی است. عربستان سعودی 18 تیر ماه را روز عید سعید قربان در این کشور اعلام کرد. ظهر امروز پنجشنبه صدای درگیری در نزدیک تالار لوی جرگه در شهر کابل شنیده شده است. در این مکان گرد همای علما و بزرگان قومی از سراسر افغانستان در حال برگزاری است. شاهدان تایید کردند که صدای شلیک از این منطقه شنیدند.